فهمیدم جهان گرفتم. حالا بگو چی میخوای؟ شما رو پای من کسی پای تلفن میخواد. تلفن. پس پروین جون نقشه رو خوب فهمیدی. دیگه خودت میدونی با چی کاره. فقط یادت نره اتاق شما درست بغل دست اتاق ناصر خان رزرو شده و شمارش هم 320. و تو هم خاله منی. بلبل چی شده؟ جهانگیر کجا رفت؟ با تو هم میگم چه خبر شده دختر؟ ناصر خان آقا جهانگیر خان تلفن میخواست. بریم بچه ها شاید از اصفهان تلفن زده باشه. ببینم جهانگیر تلفن از کجا بود؟ از کارخونه بودم. مثل اینکه چند نفری از کارگران دست از کار کشیدم، در حالی که سفارشات کارخونه روز به روز داره زیادتر میشه. من باید برم به کارا برسم فرمان. پس من باید راه بیفتیم بریم. آه من که نمیام. از حالا بهتون بگم بابا جون این پنبه رو از گوشتون در بیاریم. من از اینجا تکون نمیخورم. شما با این همه زندگی که دارین ما رو درست و حسابی زندونی کردین. شب و روز کار، سالی به 12 ماه کار خونه. بابا جان فرشته راست میگه، ما تازه دیروز اومدیم. اگه تو کارخونه کاری داریم و اتفاقی افتاده، کارخونه مدیر داره، سرپرست داره. پس این آقای جهانگیر خان چی کارا؟ چه پولی میگیرن؟ مگه غیر از اینه پدر؟ باید به کارهای کارخونه رسیدگی کنن دیگه. اطاعت میکنم لیلا خانم، هر طوری که شما دستور بفرمایید بنده در خدمت. وظیفته. بله قربان، بهتر شما چند روز اینجا استراحت کنید. کنان که احتیاجی شد با شما تلفنی تماس میگیریم. خب با اجازه من باید برم حاضر بشم قربان. خدافظ. برو جان. به سلامت آقای رئیس. حال اومدیم. مرسی. تو اینجا چی کار میکنی؟ ببینم اتاق رزرو کرده بودیم. بله، اتاق 320. چه خوب، اتفاقا بغل دست ماست. بیا شما رو معرفی کنم. اجازه میدین قربان؟ سلام. خاله جون بنده، ایشون جناب آقای ناصرخان صاحب کارخانجات درخش و رئیس مستقیم من هستن. خیلی خوشبختم خاله. منم همینطور. بفرمایید. متشکرم. این جلیبم خانم لیلا خانم، خواهرم اسمش خودش فرشته خانم، دخترای آقای ناصر خان. سلام دختر خانمای خوشگل و مامانی. خاله جون حالا که شما اینجا تشریف آوردین و چون من باید برم اصفهان سری به کارخونه بزنم، شما به جای من مواظب این دختر خانما باشین. مگه تو میخوای بری؟ ببینم نکنه قدم من بعد میاد. اختیار داری خاله جون، یه گرفتاری پیش اومده باید برم حلش کنم. خب من دیگه باید برم با اجازه شما. خدا به سلامتی. به سلامت. برو جان. ببخشید پس مامان این بچه ها کجا؟ تقریبا 12 سال پیش خدا بیامرز عمرشو داد به شما. خیلی متاسف شدم. پس این بچه ها مادر نداره. خالی خانم شما آب تنی نمی کنی؟ یالا پوشی بریم آب تنی کنی، بریم توپ بازی کنی. ببینی من توپ دارم بازی نمی کنم. چرا بازی نمی کنم؟ بگیرش خاله جون. شما بلدی این سازو بزنی؟ بلدم نباشم به خاطر شما میرم خوب یاد میگیرم. ببینم مامانی تو بلدی بزنی؟ آره. پس شما بزن تا من برم لباسم رو عوض کنم و بیام. باشی
لیلا خانم، شما که خودت استادی. آفرین. آه کوچولو خوابت میاد؟ خاله جون، حالا شما بزنی. خیلی خوب، به یه شرط، به شرط اینکه شما هم بری بخوابی. باشه. میدونین خاله جون، بچه ها سر کلاسمون میگن ما هر وقت که میخواییم بخوابیم مادرامون برامون قصه میگن، ولی من که مادر ندارم برام قصه بگی. عیب نداره جونم، من برات قصه میگم. یکی بود، یکی نه، زیر این تاق کبود غیر از خدا هیچ کس نه. یه پادشاه عادلی بود، دو تا دختر مامانی داشت. اون هر شب دختر با ناز روی تخت خواباشون میذاشت، اسمشون لیلا و فرشته بود. اسمشون توی آسمونا نوشته بود، لباشون مثل حب نبات بوسه میزد توی لبات. دختر کوچکش خورشید زمان بود، از خوشگلی تموم بود. نه این بود و نه اون بود، لیلا جون همون بود و همین بود. زمان بود و زمین بود، به من گفت و در نیا که من در اومدم. زلفای چین در چینش، انگشتر و نگینش، اون چشمای خمارش، خواستگارای بیشمارش، قد و بالای بلندش، با زلفای کمندش، خلاصه خیلی ناز داشت. زد تو شطور جهاز داشت، مثل بلبل آواز داشت. از بس که لطف و ناز داشت، یه قصد در جهاز داشت، یه قصد در جهاز داشت، یه قصد در جهاز داشت. لیلا جونو بخوابونم، خودم خوابم برد. خواهش میکنم خانم، شما خیلی خسته هستید، اجازه بدید ببرمش. نه تو رو خدا بذارید اینجا باشه. این طفل معصوم خیلی خودشو تنها حس میکنه. اگه مادر داشت اینقدر حساس نبود. حق با شماست خانم، من با تمام ثروتی که دارم در این مدت 12 سال هنوز نتونستم یه مادر فداکار و دلسوز برای بچه هم پیدا کنم. افسوس که با خدای خودم عهد کردم که بعد از اون خدا بیامرز شوهر اختیار نکنم، و الا با علاقه که این بچه نشون داد حاضر بودم تا آخر عمر مثل یک کمیز زرخرید ازش پرستاری کنم. ولی افسوس. شما خانم بزرگوار و با عاطفه ای هستید. خواهش میکنم. شب بخیر. شب بخیر. راهنماییتون. سلام. ای وای.
خسته نباشین آقای رئیس. پروین، نمیتونستی در بزنی؟ شما نمیتونستین به من بگی من یه وقت دیگه بیام؟ معذرت میخوام عزیزم، باور کن که دیگه تکرار نمیشه. آره تو بمیری، تو گفتی و منم باور کردم. تو تا روز قیامت هم آدم بشون نیستی. خواهش میکنم خودت ناراحت نکن. بگو ببینم، از بیرون که اومدی شکار رو چیکار کردی؟ خوب بلدی موضوع رو عوض کنی. اون الان حسابی تو دام ماست. خب حالا خودش از من دعوت کرد که بیام کارخونه رو از نزدیک تماشا کنم. از تو همین انتظارم داشتم. عجب دوره دلوری شده تو به نوزاره چی شده بچه جون بیرون کردن بیت کار رای دارم تو که قول بیش خودم دستتو بکش به معرفت ها درسه سرون رو بس انداختن چپ میری راست میای به آدم میگم بچه مثل اینکه خودشون چه غلطی بکنن که ما نمیکنه بکش بیرون راست هم رو آب بخندی اگه راست میگه تک تک میگه همچی حسابتی که برسه که به خودی بخندی همونم میخوره قابوی بکنه یاباش بابا نزید بسید جا کنم قابوی کدوم ای سخت بردی کبیتی ماشین ندیده برو دیگه قیر قیره شکمت بره مثل فرفره. سلام. سلام جناب. بابا جون من میرم ببینم این پسر دمه در طوری نشده باشه برم برای سو برو همه زود برگردی ها الان برمیگردم. خیلی خوب بلاخره باید یه سلاخی گیره ورگه دفت بیا نیم وجبی قد یه لقمه ساندویچ ببینش چجوری آدمو اذیت میکنه. چیکارش داری بلش کن بیا خونه سوی دهی بخشیده باقا زمک رو بخشیدم بهت. ببینم آقا کوچولو اسم شما چیه؟ به چه اسم شما رو صدا کنم؟ اسم من علی آقاست اما مادرم به هم میگه علی خون. علی خون؟ اوه جان چشمم روشن یه کابر اشتباه گرفته برسل من باب بکنه با این عرصه ورده میشه. خب حالا ببین ببینم چی پیش میاد. خب علی خون دیگه بگو نگفتی اینجا اومدی چی کار کنی؟ والا والا ما اومده بود اینجا یه کاری دست پا بکنیم اما این ناکسا به من کار ندادن. ندادن؟ نه خیلی. چرا؟ چه میدونم؟ میگم تو بچه اینجا واسه بچه ها کار نداره. غلط کردم. کردم؟ الان درست میکنم. بکن خوبم یه تو حالیشون کنم. بریم بفرمایید. خوش بکرم. خب از قرار معلوم دستور دادی تا درباره مقصر اصلی تحقیق کنم. بله قربان. بده حساب داری. بله قربان. در ضمن دستور سفارشات اونطور که باید و شاید داده شده. متشکرم جهانگیر خان. تا روزی که تو پیش من هستی من هیچ غم و غصه‌ای ندارم. خواهش میکنم قربان. من وظیفه خودم انجام میدم. بابا چیو بیش چه دیگه خجالت نه. من خجالت میکشم. بیا بابا. خیلی خوب. سلام. سلام خاله جون. سلام خاله قربونت بره. حاله چطور عزیزم؟ خوبم خاله جون. خاله جون سلام. خاله خاله سلام. خب جناب رئیس اولا سلام. سلام از بنده است خانم. عرض می شود که این آقا علی قول دوست منه. من میخوام توی این کارخونه براش یک کاری درست کنی. فهمیدی؟ اختره میاد بچه تو چقدر رو داری؟ مگه من تو دفتر کارگزینی بهت نگفتم که کار نداریم؟ تو بی خود کردی که گفتی. اصلا تو چه کار هستی که به دستور من عمل نمی کنی؟ میخوای به بابام بگم که همه تونو بیرون کنه؟ اصلا میخوام ببینم که تو رو توی خراب شده را داری؟ قانون توی این کارخونه باید رعایت بشه. من این حرف رو سرم نمیشه. بفرما بفرمایید. لیلا جان چه کاریه که میکنی؟ هر جوری که بخوای همون کارو میکنی. بفرمایید خوش عزیزم. حق نداری من اینطوری حرف بزنه. حق نداری. خیلی ببخشید پروین خانم. لیلا در اثر محبت زیادی اینجوری بار اومده. آروم باش من خودم درستش میکنم. ببینم پسر اسمت چیه؟
اسمم علی، شهرتم علی قوله، بریا، تمام این مرک برای میشنستم جون شما. ببینم آقای علی قول، شما از کارهایی که یه قول انجام میده کدومشو بلدی؟ همشو، امتحانش مجانیه. مثلا کدومشو، یه کدومشو انجام بده ما همه ببینیم. پسر چرا همچی میکنی؟ یعنی که چرا همچی میکنی بچه؟ شما باید اون رو ببخشید، اون بچه از خودش هم نمیفهمه چی برداره میکنه. خواهیش میکنم، خواهیش میکنم. روحت شاد همین اقابه؟ کو؟ رئیس کجورا؟ این زور زیادی هم تو بازی ما قلمبه شده، حالا کجا شده دیه؟ ما هزار تا از این کاراشو بلدیم. بله بله. پس حالا که لیلا جون دلش میخواد، من از ناصر خان خواهش میکنم از همین امروز اجازه بدن که علی به عنوان دوست لیلا اینجا باشه. حالا دیدی لیلا جان چه خاله خوبی داری؟ حالا برو دست خاله جونو ببوس و برو با علی بازی کن. چش برونم خردرم الاخی، برو ببوس، برو ببوس، برو ببوس. حالا نوبت منه. چه باسه کسیفی داری؟ بخ بخ بخ، حس کردم حتما شما رو حس کردی، یه مش از من قف کردی، روی دارم از قف کردی، دیره 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 دیره. حالا که از طرف لیلا خانم خیالتون راحت شد، خواهش میکنم به درد دل ما هم برسیم. خواهش میکنم خانم. من اومده بودم ضمن دیدن کارخونه، از شما خواهش کنم که موافقت بفرمایید تا یه شام دور هم باشیم. با کمال میل خانم، خواهش میکنم دستور بفرمایید. البته در منزل ما. هر طور که میل شماست، ما که در مقابل شما اختیاری از خودمون نداریم. خواهش میکنم، فرشته جونم با خودت بیاد. خاله جون من نمیام. چرا اصلا رسمن دعوت نکردی؟ به بابام نگفتی که من خیلی خیلی خوب جونم، تو هم بیا. به شرطی که دوست منم بیا. خیلی خوب، اون هم بیا. بریم بابا جان، اینا بخوام باج کنم هم دیگه رو. الان یه هر جا بشن پیداشون میشه. میخوای یه تلفن بهشون بکنم؟ متشکرم خانم. وای شیر شده واقعا. بفرمایید. سلام. خوشبخت. پس فرشته خانم چرا نیومد؟ والا من بهش گفتم ولی مثل اینکه حوصله نداشت. خب حتما نخواستن تشریف بیارن. بله. ولی خیلی دلم می‌خواست میومد و دور هم جمع بشیم. حالا جون چی می‌فرمایم؟ ببین علی گوم، من به فکر فرشته خانم هستم. کی نمی‌پرسه لیلا خانم اومدن یا نه؟ اختیار دارین. چرا نمی‌پرسم؟ همشو لیلا خانم. وقتی شما تشریف آوردین می‌دونم که همه اومدن. بفرمایید بشینید. مرسی. متشکرم. متشکرم. می‌کنم جناب آقای ناصرخان. بله بله، ارادت دارم. خوشبختم از زیارتتون. مرسی. منم همینطور. و سرکار علی خانم لیلا خانم و دوست محترمش جناب آقای علی. خب که ناصرخان اینجا پیدا نمیشه. برای چطورم کتش والا با اجازتون میخواستم مرخص بشم. کجا؟ به این زود؟ میخوام برم یه سری به کارخونه بزنم. کارخونه؟ بله، چون قول دادم باید هر طور شده برم. با اجازتون. اون
جدی نگاه کن. بسلام من پشلون همه جبور خیلی زرنگیه همیشه به فکر خواهره. من داشتن یه همچین خواهرزاده خوبی رو به شما تبریک میگم. مرسی. من چه مربوطه؟ مگه دادی داره رو برشته؟ برشته خانم؟ شما تو کتابخونه هستی؟ سلام؟ شما؟ اینجا؟ بلبل؟ همه تو جشن منتظرتون بودن، شما چرا نیومدین اونجا؟ فکر کردم اگه خونه بمونم خیلی بهتره. چرا؟ ها حاله بی نداره. خب این سعادت شد که من بتونم بهتر با تو صحبت کنم. چه صحبتی؟ مدت ها بود که من میخواستم براتون یه کاری خوب تهیه کنم، البته چیزی که برازنده شخصیتتون بشه. این بود که گفتم از این ژورنال استفاده کنم. بهتره خودتون نظرتون رو در این مورد به من بگی. ببینید اینا بهترین مدلای دنیا. فکر میکنم این لباسشونه خیلی این وقتی شب اومده اینجا که ژورنال به هم نشون بدی. بگو ببینم اومده اینجا چی کار؟ یعنی اینقدر از من بدتون میاد؟ چرا؟ شما مشروب خوردی، صلاح نیست بیشتر از این اینجا بمونی. آدم بعضی وقتی احتیاج داره که از خودش بیاد بیرون تا بتونه حرفاشو بزنه. خواهش میکنم از اینجا برین بیرون. ازش معذرت میخوام، ولی تو باید مردونه به من قول بدی که در مورد این جریانی که دیدی به ناصر خان هیچ حرفی نزنی. باشه، به خاطر حیثیت پدرم که شده خواهش میکنم این ماجرا رو ندیده بگیری. خیلی خوب، برو. شما مثل فرشته بودین که برای نجات من به اینجا اومدین. من خیلی مدیون شما. خواهش میکنم خانم، یه حرفا چی؟ لیلا اینجاست. آره، تو مهمونی خوابش برده بود. من میخواد ترتیب کارا رو یه جوری بدی که ناصر خان 100% باور کنه. جهانگیر خانم ما رو دست کم گرفت. فهمیدین؟ خاطر جمع باشه همچی حسابشو میرسن که کیف کنیم. مثل که ناصر خان اومد. اومدی؟ اومدی؟ جا اومد به قربه اومد ولی دیر اومد. سلام علیکم. خاطر جمع باشه همشونو پختم اون با من. اینا سلام علیکم. سلام سوستیان عشق من. سلام ارباب جون. سلام بابا جون. من و علی قول میریم با هم بازی میکنی. علی تو هم مواظب لیلا باش، برید بازی کنی. اما یه وقت با هم دعوا نکنی نه. اگه علی قول سر بونه ارباب جون میدونه شطور چجوری رو هم بده. تو علی رو داره گسته هیچ رو نخوریم. خواده بریم. پشو پشو بای بای. پشو پشو من تو رو نخوام. تو بلای من تو رو نخوام. کسی یای سلام قربان. جهانگیر بیا تو اتاق من باد کار دارم. چشم قربان. سلام جناب. سلام قربان. سلام.
امر دیگه ای نداره. نه میتونی بریم. راستی صبر کن، میخواستم یه چیزی از تو بپرسم. بفرمایید قربان. تو هیچ میدونی که من درباره تو و اون کسانی که در این دستگاه دلسوزی میکنن یا اخلال میکنن اخیراً چه تصمیمات مهمی گرفتم؟ خیر قربان. البته به شرط اینکه به من راست بگی. باور کنید راست میگم قربان. من هر چی دیدم یا شنیدم بدون کم و کاست به عرضتون میرسونم. من دلم میخواد که هر چی دیدی بدونم. والا میدونید قربان چطوری بهتون بگم؟ راستش من ببخشید ببنده امری داشتم. آره جهانگیر بیا تو درم ببند. من امروز باید تکلیفمو با همه روشن بکنم. رضا یه چند دقیقه برو بیرون. چشم قربان. چی شده قربان؟ خواهش میکنم خودتون ناراحت. سر در نمیارم. نمیدونم. من باید خدا رو شکر کنم که موجود دلسوزی مثل تو در زندگی من وجود داره و الا تار و پود زندگی من از هم پاشیده میشد. این برای من باعث کمال افتخاره که تونستم وظیفه‌مو به خوبی انجام بدم قربان. آفرین پسرم، آفرین. این درسته که من پسری ندارم، ولی میتونم به جرات بگم اگه پسری هم داشتم شاید تو رو به اون ترجیح میدادم. متشکرم. شما خیلی به من لطف دارین. نمیدونم به چه زبونی باید ازتون تشکر کنم. خب ببینم بالاخره معلوم شد چه کسانی در اینجا خیال خرابکاری داشتن؟ البته قربان، اگه مایل باشید میتونید از تمام سرپرستای قسمت‌های مربوطه بپرسید. بسیار خوب. فرمایشی داشتین قربان؟ بگو سرپرست تمام قسمت‌ها بیان اینجا. چش قربان. بفرمایید. آقا نگرفتن. به منم گفتن که بیرون باشم. یعنی چه؟ و نکنین آقای جهانگیر خان برای آقا رضای خودمون نقشه کشیده باشه. آیا بریم علی جان ببینیم سرگوشا ببینیم چه خبر شده. بریم کله و گوشمون رو بکنیم تو آب ببینیم چه. ببینم معنی این قشقرق بازی ها چیه که راه انداختیم؟ چه کسی شما ها رو تحریک میکنه؟ آخه چرا فکر خودتون و کار زندگی خودتون نیست؟ والله آقا، آقا رضا ما رو آورده اینجا، هر دستوری هم که به ما بده باز انجام بدین. تو چه میگی؟ والله آقا رضا از من خواست که به کارگرهای زیر دست خودم بگم که دست از کار بکشن و کارو تعطیل کنن. چند شب پیش آقا رضا به من گفت که جنسای آزاده از کارخونه ببریم بیرون، ولی من این کارو نکردم، اون جریانه به جهانگیر خان گزارش دادم. خیلی خوب، همه چی رو فهمیدم. برید سر کارتون. با عزت شما. احمد، به رضا بگو بیاد اینجا. اینا همه تقصیر خودمه. تقصیر خودمه که این بی سر و پا رو آوردم و شوفر مخصوص خودم کردم. فکر میکردم که آدم درست و پاکیه. بله قربان، با من فرمایشی داشتی؟ بیا اینجا. چشم. خب که اینطور، حالا کارت به جایی رسته که قشقرق بازی را میندازی. به دوستان دستور میدی که هر کاری دلشون میخواد بکنن، کار کارخونه رو لنگ بکنن. ممکنه خواهش کنم به من بگین دوستان من کیان؟ همون کسانی که با تو همکاری میکنن و ما در اولین فرصت بیرونشون میکنیم. این یک سوء تفاهمه. شما بی جهت دارین به من تهمت میزنید. ساکت باش دوست بی آبرو، بندازش بیرون. نه لازم نیست منو بندازین بیرون. من خودم از اینجا میرم. ولی اجازه بدین قبل از رفتنم از پاداشی که به من دادین تشکر بکنم. شما مطمئن باشین یه روزی پی به اشتباهتون میبرین. اشتباهی که نسبت به کارگر زحمتکش، نسبت به کارگری که با جون و دل براتون کار میکرد کردین. اربابا خیال میکنن هر کسی دنبالشون راه افتاد و بهشون تعظیم کرد قدردون زندگیشونه. ولی ما کارگرها قلبمون صافه. یه خدایی داریم که هیچ وقت تنهامون نمیذاره و محتاج خلقمونم نمیکنه. خدا حافظتون آقای ناصر خان. به سلامت. دیگه این طرفا پیداتون نشه. درسته که میگن به اینجور آدم ها نباید رو داد، ولی حالا که خودشو به شما شناسونده و بیرونش کردین دیگه لزومی نداره که خودتون رو ناراحت کنین. بله، ولی من دلم برای این میسوزه که چرا اینا نباید بفهمن. چرا نمیخوان به خودشون بقبولونن که وقتی نمک خوردن نباید نمک دونشو بشکنن. یادش رفته اون روزی که اومده بود از من کار میخواست. فراموش کنین، بهتره به کارهای خودمون برسیم چون سفارشاتمون خیلی زیاد شده.
کاش همه مثل تو فکر میکردن. البته پشت سرتم خیلی از خوبیات صحبت کردم، مخصوصا از موقعی که با پروین آشنا شدم و علاقه‌ای که اون نسبت به لیلا پیدا کرده. من از اون خواستم که ترتیباتی بده که تو و فرشته با هم نامزد بشین و این خودش وسیله‌ای میشه برای اینکه اطمینان و اعتقاد من روز به روز نسبت به تو بیشتر بشه. این تنها آرزوی من. الو؟ بله بفرمایید. بابا جون، همین الان علی به من تلفن زد، گفت که رزو رو بیرونش کردین. آیا این حقیقت داره؟ آره، حقیقت داره. نه بابا جون، شما اشتباه میکنین. من نمیتونم فکر کنم که این حقیقت داشته باشه. آخه بابا جون، شما از هیچ چیز خبر ندارین. دیشب وقتی که شما مهمونی بودین، جهانگیر مست و لایعقل به منزل ما اومد و اگر رضا مثل یه فرشته نجات نمیرسید و من از دست اون نجات نمیداد، نمیدونین چه اتفاقی میافتاد. خب دیگه تعریف کن. اینا همش نقشه های جهانگیره. اگرم رضا به شما چیزی نگفت، دلیلش اینه که من ازش خواستم که به شما حرفی نزنی. بابا جون، اون بیگناهه. خواهش میکنم تا دیر نشده برش گردونین سر کارش. بسیار خوب، بسیار خوب. کی بود بابا؟ هیچکی، یه نفر با من کار داشت، یکی از سفارش دهندگان بود. شما برید تو اتاق خودتون. اون که جوان خوبی بود، من اونو دوست دارم. لیلا جون، برو صداش بزن. من خواستش میرم خونه، نمیدونم چی شده. صبر کنید بذارید خود منم بیام. بیای. زود باش بابا. بریم. بیاییم بچه. شما به خود علی جان بودو. بزن بابا جنو بری. چی باشه اون بزرگی. اینک داره، کلا داره. بفرمایید قربان. نمی گفتی هم می فرمودم. یلا آتیش کن بری. گابمون زایده، تمام نقشه‌مون به هم خورد. چطور مگه؟ نمیدونم جریان چیه که ناصر خان رفته دنبال آقا رضا. بیارتش اینجا. دنبال آقا رضا؟ توی؟ ناصر خان رفته دنبال رضا. خیلی خوب، نمیخواد انقدر ناراحت بشی. تو فقط سعی خودتو بکن و اون کارایی که گفتم انجام بده. منم میرم خونش. بسه اصلا نمیخواد ناراحت بشی. خداحافظ. متشکرم. ای آسمون کبود، واسه همه بود، واسه ما یکی نبود. مردشون زندگی کردن تو ببره. جوون مرگ شده، نیم وجبی از دست اون پدر گور به گور شدهش راحت شدیم. حالا نوبت این یکی شده. خیلی درآمد درست حسابی داره، کافه هم میره. آتیش به اون جونش بگیره. قربون مصلحتت برم خودم. پدر به اون درازی قد نبردمون دوزا بچه به این ریزی. نه چک زدیم، نه چونه، عروس مرد خونه. سلام مادر، ریزا خانم سلام کردم دیگه. غلط کردم که سلام کردم. ایوه این حرفا چیه بابی؟ این دختره دیگه چیه؟ اینجا آمده چیکار؟ ایشون ریزا خانم، خانم خانم ها نامزد بنده. یعنی نامزد علیقون. حالا دیگه کارت به اینجا ها رسیده، حالا نشون بودم نامزده چیه. چرا شد؟ الهی امیدوارم اسم تو روز پسر عرضت بکنم. نه 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 تون گرفته. حالا دیگه کار به جایی رسیده که به منم دروغ بگی. شام کامل ناصر خان عرضت آقا رضا. الله عرضت شون بابا داره. ایوه خدا مرگم
بده. سلام شما اینجا. سلام. سلام علیکم. سلام، چی شده خانم؟ مگه بچه‌ها چیزی گفتن؟ ببخشید، این دختر شماست. خوشحالی شما اینقدر عصبانی بودین که به مهلت حرف زدن. مادر من مادر که نیست، مادر فلاتزر است. من مادر فلاتزر هم سالی مادر. آروم بشه کار. مادر من مادر فلاتزر هست. ببینم آقا رضا خونه نیومده. مگه اون صبح زود نیومده کارخونه؟ چرا اومد؟ ولی توی کارخونه یه اتفاقاتی افتاد که فکر میکنم من قهر کرده باشه. یعنی چه؟ اون اهل این حرفا نیست. اون جوون ساده. خب دیگه تقصیر از خود من بود. من اشتباها ناراحتش کردم. اونم بدون جواب از در اومد بیرون. بابا جون، آقا رضا اونهاش داره میاد. آها، حالا خودش ازتون معذرت. بله. بهش بگو بیاد جلو کتن از من معذرت. شعورت کجا رفته رضا؟ سلامت کو. سلام بی سلام مادر. ای با خدا مرگم بده، اربابت اینجاست؟ آقا رضا، پسر تو که اینقدر از خود رضا نبودی، این چه حرکتیه؟ آدم که با اربابش اینطوری رفتار نمیکنه. وایسا ببین چی میگم. پسر چه شده؟ رضا، چرا حرف نمیزنی؟ آخه چرت شده؟ ننه جون، کسی از کار و زندگیش قهر میکنه؟ نه مادر، تو که خبر نداری ناصر خان چه معامله‌ای با من کرده. آخه من نمیدونم مزه این صفا و صداقت ما مردم زحمت کش در برابر اون حق بازی های امثال جهانگیر خان جوابش اینه؟ چرا ناصر خان باید با من اینطوری رفتار کنه؟ چرا نباید تحقیق کنه و بفهمه کاری که من کردم به نفع اون بوده یا نه؟ تو که اینطوری نبودی. آره مادر، اینطوری نبودم، ولی اینطوریم کردن. یعنی ازم خواستن که اینطوری باشم. این حرفا چیه میزنی پسرم؟ ناصر خان جای پدرته، اون خیلی به گردن تو حق داره. چی داری میگی مادر؟ آگه این درسته که ناصر خان اینقدر دهنبین باشه؟ درو قد شبهش یکی باشه بعد خوبا اونطور که باید اصلا تمیز زده. بله بفرمایی تو. درسته، حق با آقا رضاست. من همونطوری که گفتم در حق آقا رضا اشتباه کردم. آه. اون حق داره حتی به من ناسزا هم بگه. ایوا خاک به سرم، این حرفا چیه میزنی؟ این برای خودش میکنه. اون باید بیاد دست شما رو هم ببوسه، بیاین با هم آشتی کنی. تو به خاطر مادرت هم که شده نباید اینطوری بکنی. برو ببوسش به سر. دستش ببوس دیگه. مرسی. خدا را شکر میکنم که فرشته خیلی زود به من تلفن کرد و تمام اون اتفاقاتی که دیشب رخ داده بود به من گفت و من حالا اومدم که تو رو با خودم ببرم منزل و دنباله داستان خودت برام تعریف کنی. تعریفی ندارم چه بکنم. من دیشب به اون نامرد قول دادم که پرده از روی کسافت کاریش ور ندارم. آها، چقدر ناز میکنی؟ ناز میگه دیگه اصلا ناز نکن. چرا ناز میکنی؟ فرشته چه برای تو ناز میکنی؟ خب باید از این بگیر خواهش میکنم، نباید یه سری هم به کارخونه بذاری. خیلی متشکرم، خیلی من متشکرم. بیره بچه ها، بیره بچه ها. علی جون با حسن آقا تاکسی بگیریم بریم کارخونه. مواظب جهانگیر باشین تا ما بیاییم. بابا چی بخی شهریتون؟ نه تو باید با من باشی چون میخواییم کنیم. فرانده قرن کوزخیته حسن تاکسی دکه اومده. ما یه سر اول میزنیم خونه بعدم میریم به کارخونه. شست آقا رضا ماشین روشنه. شاید تاکسی گیرم و نیارم. برو بارم. خوش اومدیم. صفا کردیم. خیلی خیلی زحمت کشیم. خدا سکنم ممنون. اگر رسود باشیم به جام این تا ناصر خانم در دستش پیداشون نشده یه چند کامیون ببریم بیرون زودتر ببینم. نفهمیدم سر منو دور دیدید. ای ناکسا ببین چجایی دارم منو ببرو خبر رو بکنم. کار شد را بیاسین موقعی برگشتن دوست کامیان دیگه بیاد. ای تو برو دم در مواظب باش تا دیدی سرکله این ناصر خان پیدا شد به بچه ها تلفن بزن فهمیدی؟ بادو بینم مام از نوردهون ترقی بریم باید ببینیم چه خبره. زودتر زودتر. خیلی
یالنده بجنبین را بیافتین چرا قطع سکست کنید زیتر ببینم حالمون نکنم را بیافتین آقا رضا اومدی؟ بله خانم بفرمایید خیلی ازت ممنونم پدر بیا لیلا جون سوء تفاهم رفت شد چیزی نبود بابا جون وقتی فهمیدم پدرم با شما اشتباهن اون رفتار رو کرده مجبور شدم بهش تلفن کنم خیلی متشکرم خیلی سوگرم تعریف کردم دیگه چی بگم من که دارم پاک دیوونه میشم ببینیم پسره بی آبرو چجوری داره با آبروی دیگران بازی میکنه خواهش میکنم خودتون رو ناراحت نکنید این منم که باید در مورد اون تصمیم بگیرم به جون عزیز شما قسم به ارواح خاک آقا جان بزرگم به اون نون و نمکی که تو زندگی باهاتون خوردم اگه موضوع فرشته جون حقیقت داشته باشه بلایی سرش میارم فرمایشه چیه میکنین چرا خودتون رو ناراحت میکنین بابام میخواست در حق اون پدری بکنه لیاقتش رو نداشت چشمش کور بله بیرونش میکنم خیلی راحت و آسوده من تا وقتی که جوان لایق و شایسته‌ای مثل آقا رضا برام وجود داره هیچ وقت به وجود اینجور آدمای نمک نشناس احتیاجی ندارم بله خود سلامت بذاره آقا رضای خودمونو ماشاءالله هم درست پاکی هم رشید شجاع گوشی رو برده ببین کیه بله خود الو الو آقا رضا منم علی آقا بردن تمام چیزایی که کارخونه رو بردن تو انبارشون زود پس خودتو برسون بلا بلا آقا رو میخورن من کرچشمی رو بازی بشون هستم که تو بیان متوجه نشدم همه جنسا رو بردن؟ چی؟ اون انبارا که مال خودمونه؟ آها 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 اگر دادنوهای بیابونی کجاست هرم جان زود پس خودتو برسون خیلی خوب دم باجه منتظر باش من را خودم برسون چی شده؟ اتفاقی افتاده؟ به دستور جهانگیرخان موجودی انبارا رو خالی کردن و بردن آقا یعنی چه؟ نمیفهمم کجا میبرن؟ جاشو من بلدم، من رفتم رب کن منم بیام، میخوام با چشم خولم منم با شما بیام ما بیام، بیایی بیایی بادو، در ببرم چه فرسون، چه بلندش بزر را بلندش رو بزرشون جا یه دار زود داشت بزرشون بازم چه خبر شده؟ جانگیر خان بعدمون خیلی بر شد این علی کوچیکه تو ماشین قایم شده بود همه چی رو دید و دره فعلا در انبار قفل میکنم یه مدت وقتی میشیم بیایی که دیر شده توی در ریش چرا آقای چنگیز خان رئیس نسل درست کار کن کن جا رزا جون طوری که نشدی پس فطرت خواهن همه چی برای من روشن شد دیگه نمیخوام ببینمت برو بیرون دوست بیا برو کجا؟ کجا برم اگه من میذارم پس فطرت آبروی خانواده ما رو برده باید مجازات بشه برم اینجوری برو گمشو ناصر خانم تقصیر شماست که با داشتن مرد شریفی مثل آقا رضا کارخونه رو به دست این بیشتر میسپرید آقا جون خاله جون راست میگه آقا رضا خیلی مرد نازیه میگینم از فرشته جون بپرس لیلا باز داری شیطونی میکنی مگه تو رو گفتم من برای آقا رضا یه فکر بسیار خوبی این آقلا آخرش کار خودتو کردی همونجوری که دلت میخواست شد آره
فرشته خانم که بله خوش نیبه شام زده. ای راست میگی. تو رو خدا نمیشه. بریم بیرون. بریم. من تو حالا ندیده بودم. وای اومد 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 اومد. بریم بیرون. من خیلی کار دارم. باری کن. خیلی خوب. رفتی. رفتی. پروین الان دو ساعتی که من اینجا تو خونش کشته و هنوز نیومده. جهانگیر خانه از زر فرمایی یه تلفنی به خونه ناصرخان بزنه. چرا؟ خب برای اینکه بیادش دیگه. اون بیاد چیکار؟ چه خوبی برای خودش درست کرده؟ تا میسته که اومد جهانگیر خانه اینا پایی خیلی خوب آه بچه رو نمیاد پایین برای اینکه دروغ و دولاش هنوز حاضر نکرده
توف به این شانس بدی که من دارم. جنس زن و خدا باید بشنسه و بس. توهینی رو که اون نسبت به من کرد هیچ وقت نمیتونم ندیده بگیرم. هیچ وقت. خوبه؟ تو اگه به جای من بودی چیکار میکردی ها؟ هیچی، به جای یه سیلی دوتا میزدم. بزن ده بزن. تو که دست بزنت خیلی خوبه. چرا نمیزنی؟ چرا معطلی؟ بزن ببینم. دوست باش. دیوونه اونقدر بچه نباش. من صلاح تو رو میخوام. اگه من اون بازی رو نکرده بودم تو الان به جای اینجا تو هلفتونی بودی. تو فکر میکنی اینجا بهتر از زندونه؟ برای آدم بچه ننهی مثل تو نه، ولی اگه عاقل باشی و خوب فکر کنی میفهمی که من با بیرون کردن تو دست تو رو در خارج و خودم رو در داخل آزاد کردم. من با کمک تو و دوستانت از چند طرف حمله گازنبوری رو شروع میکنم و باید هر چه زودتر تمام هستی ناصر خان رو بالا بکشم. ببینم باز نقشه ای کشیدی؟ میخوای بدونی؟ پس گوش. عالیه. همونطور که گفتم عمل کن باقیش نمیده. چه دو دارم یه بچه یک آرتیسته ندار جون تو دو تو ماش کارش میکنم. نخوانی آقای دیتا، آقای دیتا دوباره ما نمیده. بریم حتما رفته خونه. آره خیلی ناقص. آقای ناصر خان از لیلا خبری ندارین؟ مگه با شما سینما نبود؟ چرا ولی جلوی سینما یه اتفاقی افتاد که من تو شلوغی گمش کردم قربان. دیدی چه خاکی به سرم شد؟ لیلا جونم گم شد. خدای خونه برای سرش نایمده باشه. باید به پلیس خبر داد. ناراحت نباشی من پیداش میکنم. حتی اگه شده تمام شهر زیر رو کنم پیداش میکنم. نمیدونم نمیدونم چه بلایی سرش اومده. الو آقای ناصر خان شما خودتون هستید؟ آها گوش کنید من کوچولوی قشنگ شما رو با خودم آوردم اینجا. البته ناراحت نباشید چون با این بچه هیچ کاری ندارم. کجا میخواد فرار کنه؟ این نمازه بره ببین میخواد سر دوتا گل بیابونی رو کلا بذاره و فرار کنه. را افتادی واسه چی؟ سرار؟ نه بابا میخواستم براتون برخصم. که برخصی؟ حالا بشین و تماشا کن. من ببینم راست میشه. آره برخص بابا برخص. بشتار ببین چه تیزه. من جاهل نم که میدون اهل دیل و قدم بپا یه چاقوی تیزی دارم اینجا پرشادم بپا این شاکه داشت با کن با ما تو بهتر نا کن این شاکه داشت با کن با ما
رفته تو صندوق عقب اون ماشین قائم شده. خب حالا بگه چی کار بکنیم چی کار کنیم؟ سوار شو بارت دوهر شو بینم گلن میخواد تعقیبش کنه. هچی خیلی قاملش میکنم آتیش براشن کنیم. Thank you.
یعنی چه بذار؟ آب شده رفته تو زمین. من که مردم از خستگی، بیبریم یک چیزی بخوریم. من که واسه هیچ کاری رو ندارم، چه برسه به چیز خوردن. نه، من رفتم. عجب نالوتی هستی، من گفتم نه، تو افسرت انداختی پایینی رفتی. چیکار کنی؟ از یه خود استرب کن ببین چی میشه. تا تو باشه دیگه هلا چی ناز نکنه، بودو بیا همراه من بیا. بودو کنم. آروم باشین، من تلفن کردم کارخونه، یه چند نفر از کارگرا بیان تا همگی با هم اقدام کنیم. لیلا خوشت اومد. بابا جون مثل که لیلا برای خودشه. لیلا لیلا بیرکسیم. بابا سلام. بابا کجا بودی؟ آقا رضا اومد من نجات داد. یه فرس کتا که حسابی هم بیرکسیم. آقا رضا زخمی شدی؟ نه من طوریم نشده، من فقط اومدم لیلا رو فرشت جان. برو دکتر خبر کنیم. بودو به بلبلم بگو یه کم آب گرم بیاره. بشین جانم یه دقیقه استراحت کن، الان کمپرس میکنیم خوب میشه. چیز مهم چیه؟ چی شده؟ کمرت هم درد میکنه؟ حتما زرد دیگه، باید استراحت کن. خوب میشه ناصر خان، چیزی نیست. آره بابا جون، آخه نمیتونی چند نفری ریختن سرش. عوضش آقا رضایی خودمون ماشالله همشونو درب و داغون کرد. لعنت به این آدمای پست و نمک نشناس. بیا فرشته جون، تا آب گرمه صورتشو کمپرس کن، خوناشم پاک کن تا من برم ببینم دکتر چی شد. بفرمایید. بیا سوها، شما خیلی بیر حضیب که تا نبرسیم از مسیح بچه نیم وجبی بر بیاید. ها، احمد تندرش کجاست؟ اون، از درس شما نیومده. آه، چشم و دلم روشن. کم کم دارم با آینده خودم امیدوار میشم. یه دختر بچه ده دوازده ساله از دست آقایون فرار میکنه،
اون وقت توقع سهم بیشتری هم دارم. خوبه والا. منو ببین که به این امیدوار بودم و روشون حساب میکردم. تنفسی با کمک این بیورزه ها کارخونه رو بالا بکشی؟ یالا گمشین بریم بیرون. حالا تو نمیخواد ناراحت بشی. بگیر. بیا اینجا. ما یه بدبختی دیگه هم داریم که بالاتر از این حرفاست و اونم بودن آقا رضاست. ناصر اونو به جای تو گذاشته و خیال داره که اختیار تام زندگیشو بده به دستون. نظر فرشتر اینجا روز به روز داره کار ما خرابتر میشه. ناامید نباید بود. باید راه حلشو پیدا کرد. مقصودت چیه؟ چه راهی؟ هر چه زودتر وصله به دامنش میدوزم که کار کردنش کار حضرت فیل باشه. میخوریم با امید روزی که داغ آقا رضا رو به دل فرشته جونش بذارم. بخور جونم. بخور 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 بخور. ببینم بهتر شدی؟ آره متشکرم. خب حالا با اجازت مرخص میشم. نه نه مگه نشنیدی دکتر چی گفت؟ باید حداقل 24 ساعت استراحت کنی. 24 ساعت؟ آخه دیگه آخ و واخ نکن. خیلی بهتر شدی نه؟ آره بهتر شدی، اما به شرطی که رضا جان طبق دستور دکتر کاملا عمل کنی. خب دیگه فرشته جان شما بهتره بری شام بخوری یا استراحت کنی. آقا رضا حالش خوبه دیگه. شام که میل ندارم، ولی خب هرچی شما بفرمایید. شما رضا جان تو استراحت کن، بگی بخور. شام من که چیزی نمیخورم. بریم شام بخوریم. بریم. اصلا میلم به هیچی نمیکشه. بیمشه که هیچی نخوریم. تفلکی فرشته جون ناراحت آقا رضاست. من کم کم دارم یه چیزی حس میکنم. خدا کنه. رضا جون، این چند روزی که اینجا استراحت کردی حالت خیلی بهتر شده. این نتیجه زحمات تو. منو مدیون محبت‌های خودت کردی. نمیدونم با چه زبونی ازت تشکر کنم. خوب نیست دخترم. آدم هر اتفاقی که تو خونش میفته نباید برای دیگران تعریف بکنه عزیز دلم.
دلم میخواد، دلم میخواد تلفن کنم و برای همه بگم. نه لیلا جون، باز که قهر کردی. قهر خیلی بده. بیا بریم، بیا بریم. سلام. چی شده؟ چرا سرزده اومدین خونه؟ تلفن قطع شد، دل واپس شدم. گفتم نکنه خدا نخواسته برای لیلا جون اتفاقی افتاده باشه. آخه لیلا حضوری میکرد، منم عصبانی شدم و تلفن رو قطع کردم. آره لیلا جون. نه بابا جون، من داشتم نامزد بازی آقا رضا و فرشته جون برای علی آقا تعریف میکردم. یه رو خاله خانم اومد و تلفن رو قطع کرد. منم سینش پاره پاره کردم. ای شیطون، خاله خانم راست میگه. تقصیر با شماست. آدم مگه همه چیز تو خونه‌شو برای مردم تعریف میکنه؟ آخه شما نمیدونین فرشته جون چقدر آقا رضا رو دوست داره. نه لیلا جون، بچه خوب نیست که این حرفا رو بزنه. آخه منم خیلی دلم میخواد که خواهرم عروس بشه. بس دیگه، حالا بیا و خاله جون رو بوسش کن و با هم آشتی کنیم. خیلی خوب، اما به شرطی که دیگه تلفن قطع نکنه. خیلی خوب، بعد قول میدم. حالا که دختر خوبی شدی، منم برای جشن تولدت یه کادوی خیلی خوب میخرم. مرسی خاله جون، شما چقدر خوبی. لیلا جون برو بازی کن. چشم. خب پروین جان، من فکر میکنم که حالا دیگه آقا رضا با این فداکاریایی که کرده برای فرشته جون بد نباشه. نظر تو چیه؟ خوبه دیگه، کی از اون بهتر میشه؟ آره باید یه دستی براش بالا کنیم. چطوره همین هفته جشن بگیریم و نامزدیشون رو اعلام کنیم؟ اتفاقا خیلی هم بجاست، منم موافقم. خانم هم و آقایان محترم، از اینکه قدم رنج فرموده با تشریف فرمایی خود مجلس ما رو مزین فرموده اید صمیمانه سپاسگزاری میکنم. و حالا با اجازه پروین خانم که حق مادری به گردن فرزندان من دارن، میخواستم خبر نامزدی فرشته جان رو با آقا رضا به اطلاع دوستان برسونم. بفرمایید خواهش می‌کنم. بفرمایید. سلام می‌کنم، دعوت نشینین کنیم. بفرمایید خواهش می‌کنم. خواهش می‌کنم. جون قربونت برم. چه پایی مبارک. قربونت برم. چقدر نعمت فرام. اون تو که جواب پاره هست. باشه باید ها بزن جون. جون خب چکا. آخ یه چیزیم شد. وای آقا جانم چیه بگو. من و لیلا میخواییم بریم برنامه اجرا. خیلی خوب خیلی خوب رفتم. دوستان عزیز یه خبر جالب، حالا به مناسبت این جشن لیلا و علی آقا برنامه هایی برای شما اجرا خواهند کرد. خانم ها آقا جون محترم، به سلامتی خودتون و منه ای من دست بزنیم. متفکرم همکنون به ما خبر رسید هنرمند نابالغ چارلی چاپلین وارد اینجا بشود و برای استفاده بیشتر تماشاگران عزیز از شما خواهش میکنم سقوط را کاملا ملاحظه بفرمایید. اینک شما و این من که میبینی تفر با این پاهای لغلق اینجا میزنم ملق چارلی چاپلینم با این سیبیل و افرام با این لباس و کلام همه میمیرن برام چارلی چاپلینم چارلی چاپلینم بند اهل شوخی و فند چارلی چاپلینم بند اهل شوخی و فند این بالا بام بام دام دار دین 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 دار دام دام لغ 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 چالی چپی نمان آهی شوخی آمان چالی چپی نمان آهی شوخی آمان
باشیم با هم لا 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 به مجلس شادی فکسوری به لغمه رو بردار اینجوری اگه نخوری یا خوش باشی انتا کری یا انتا کوری لا لا ناراحت نکنید خودتون. یعنی چی؟ چرا همه این بلاها سر این بچه میاد؟ من باز کار این جهانگیر احمق رو اگه گیرش بیارم میدونم چه معاملی باش بکنم. بخواه که سیانی تلفون. الو الو جناب آقای ناصرخان خودتون هستین؟
مثل اینکه خدمتگزاران قدیمیتون رو فراموش کرده بودین که از جشن تولد لیلا جون و جشن نامزدی فرشته خانم بی خبرمون گذاشتین. و چون ما خیلی به لیلا جون علاقمندیم و اونو دوست داشتیم، خواستیم این جشن رو خودمون بگیریم. این بود که لیلا جون آوردیم پیش خودمون. پس لیلا پیش شما؟ بله، ناراحت نباشید. آخه بله بله، بسیار خوب بسیار خوب، ولی شما باید قول بدید که آدرس آدرسی کامل با نقشه تو جیب آقا رضا است. تو جیب آقا رضا؟ تو جیب من؟ خیال ندارم بیان این کوچولو رو ببرم. ای خودتی، کوچولو خودتی، همه که مثل تو نیستن، از کو بیان بالا جونشون رو به خطر بندازن. آها ساکت باش، گوش مرده. هر کاری دلت میخواد بکن تا پدر تصمیم بگیره آزادی. به خاطر خدا این که پیداشون شد. آره خودشونن. بابا جونت اومد. بلا من خیلی خود آروم باشتو بچه برو گرش نسا بره کجا ممکنه باشه؟ میبینم من واقعا اونه ها شد اون شد همونجا که اومدیم بسه. حالا اگه پولا رو آوردین از همونجا نشون بدین. درو ممکنه پرف بشی. آدم خیلی پاس بیاشی احمقی، لیاقت این رو نبیشی که بهت محبت بکنم. داد علکی نزن پولا کو وضعیت منو به خطر انداختی. بیا اینم پول تنه لشه بیارده میخواد جوش بزنی خانم خوشگله. و شما آقای ناصر خان بهتر بود به جای این موتلایی اون آقا رضایی که بزنه تو رو با خودتون می آوردین اینجا. خفشو بلای سرت بیارم که تو داستانا بنویسم. بله خانم، خواهش میکنم شما خودتون رو ناراحت نکنیم، اجازه بدین ببینیم آخرش چطور میشه. آره یه کاری نکنیم برای لیلا بد بشه. حالا اون پولا رو بدیم به دست فرشته خانم بیاره پای کو. ما با طلا میکشیم بالا، بعد از مطمئن شدن لیلا رو بهتون تحویل میدیم. بیا فرشته ببر بهش بده. پدر جون آخه من میترسم. دخترم چاره ای نداریم، تو باید این کارو بکنی، جون لیلا در خطره. بدش به من، خودم میبرم. تا نه تا دست نزن، بذار فرشته پولا رو بیاره بالا. بدین من برم. چاره چی؟ نمیدونم. مجبوری. ببندش به سر تنم. ازتون ممنونم آقای ناصر خان که با اونچه گفتم عمل کردین. حالا که پولو گرفتی بچه رو تحویل بده. خیلی خوب بچه رو برش کن بره محمود. محمود بچه رو میگرد و نظر بره تمام پوله رو بشمارم. تو بشمار رو بگیرش. بابا اینجا خیلی خطرناکه.
کرمه گیرین زود باشین برید وایلا میکشمتون زودتر برید کرمه بجامید به آقا رضا بفرما دستاتو بذار رو سرت زود باش منتظر بودم با پای خودت اومدی بهشون میگم میخوام بهشون بگم بگم که نیرنگ و دستیسه های موتلایی کثیف بود که کارو به اینجا کشوند همه چی رو بهشون میگم تو دیوونه شدی عقلت از دست دادی نه نه این قرار داد سند زندگیه که تو به من قول دادی اگه باهات همکاری کنم ثروت این مرد با من ثروت که این مرد با من تقسیم میکنی تو به من گفتی که با هم زندگی میکنیم من تو رو دوست داشتم ولی امروز ازت متنفرم ازت بدم میاد چرا خود تو فراموش کردی؟ تو یه مرد دروغگو هستی داری به من تهمت میزنی نه 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 حاله جان نه میخوام خودم بکشمت تا جون کندن تو رو ببین ماجرا جون سالم به در بردیم ما همه مدیون تو هستیم نه عزیزم من که کاری نکردم من وظیفه‌مو انجام دادم خواهش میکنم من خجالتم نده حیف اون محبت هایی که بهتون کردم نتیجه همه اون محبت های این بود این همه دفیسه ها و نیرنگ ها به خاطر به دست آوردن پول بر بکوره
رضا هیچ متوجه شده این خاله جونم قلابی بود با دوزا شریک هستم خدا را شکر صد هزار مرتبه شکر که این حقیقتم بالاخره آشکار شد آره رضا جون راست میگی اگر نه ممکن بود شانده زندگی همه ما از هم پاشیده بشه بیاییم بریم بریم بریم